ایران، آمریکا و بازخوانی پرونده درگیری اخیر دو کشور در سوریه. پیش از صحبت درباره سفرم به کانادا، در مسیر آمدن به اینجا توسط تیم امنیتی ملی با خبر شدم که روز گذشته یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران به یکی از مواضع ما در سوریه حمله پهپادی کرده. این حمله چندین مجروح داشت و یک شهروند آمریکایی هم در آن کشته شد. در صحبت با تیم امنیت ملی دستور دادم واکنشی فوری در همان شب انجام شود. شب گذشته نیروهای آمریکایی در یک رشته عملیات هوایی در سوریه آنهایی را که مسئول حمله به پرسنل ما بودند هدف گرفتند. من ضمن ابراز همدردی با خانواده آمریکایی کشته شده و آرزوی بهبود سریع سایر مجروحان، از واکنش حرفه‌ای و سریع نظامیانمان هم سپاسگزاری می‌کنم. و برای جلوگیری از سوء برداشت می‌گویم که ایالات متحده دنبال درگیری با ایران نیست، اما ایران باید آماده حملات کوبنده ما به منظور حفاظت از نیروهایمان باشد. این دقیقاً همان چیزی است که شب گذشته اتفاق افتاد. پس از این واکنش، حملات به مواضع آمریکا در سوریه ادامه یافتند. هرچند به گزارش نیویورک تایمز، این حملات با واکنش مجددی از سوی آمریکا مواجه نشد. برخی سناتورهای جمهوری‌خواه همواره معتقد بودند که واکنش دولت بایدن به حملات نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ناکافی بوده است. همکنون با اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا معلوم شده که انتقاد آنها چندان هم بیراه نیست. از زمان شروع به کار جو بایدن، ایران و گروه‌های نیابتیش چند بار به مواضع آمریکا در سوریه و عراق حمله کردند. فکر کنم 83 بار. این تعداد حمله در طول دو سال خیلی زیاده. ما چند بار حملات ایران به گروه‌های نیابتیش رو تلافی کردیم؟ ما 4 حمله عمده داشتیم. البته یک حمله در برگیرنده عوامل متعددیه. مثلا میتونه اشاره به یک حمله راکتی باشه که به سمت یک از پایگاه‌های ما بوده، ولی به نتیجه نرسیده. یعنی میشه گفت ایران 79 حمله از ما جلوتره. این 4 حمله ما علیه نیروهای ایران نبوده، بلکه نیروهای نیابتیش رو در عراق یا سوریه هدف گرفته، درسته؟ حمله آخر ما علیه زیرساخت‌های نیروی قدس سپاه بوده و بعد از اینکه ما تلافی کردیم، ایران باز هم به ما حمله کرد و یه آمریکایی دیگر رو مجروح کرد، درسته؟ درسته. آیا ما اون حمله روز جمعه رو تلافی کردیم؟ هنوز خیر سناتور. خب این که ایران میتونه 83 بار به ما حمله کنه و دولت جو بایدن تنها 4 بار پاسخ داده، چه سیگنالی به ایران میفرسته؟ اونا میدونن که ما تا زمانی که یه آمریکایی کشته نشه تلافی نمی کنیم و تشویق میشن تا به حملاتی که آمریکایی ها رو میکشه ادامه بدن. همزمان جاش هالی، دیگر سناتور جمهوری خواه، به ایران اینترنشنال گفته که بعید میداند دولت بایدن در ارتباط با ایران استراتژی داشته باشد. به گفته او، اعضای دولت بایدن درست در زمانی که باید برای مقابله با تهدید ایران متحدان و شرکای آمریکا را در منطقه تقویت کنند، مخفیانه در حال مغازله با تهران هستند. احتمالاً بر چنین بستری است که جمهوری اسلامی دوباره آرزوی دیرینه اش را از زبان سخنگوی سپاه پاسداران به زبان آورده. اینکه امروز آزادی بیت المقدس از هر زمان دیگری نزدیکتر است و به زودی در آنجا نماز جماعت به امامت رهبر جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. محسن ایزدی، لندن.